پشتیبانی قاطعانه احمد سعیدی از جبهه مقاومت ملی و دیپلمات‌های افغانستان در ایران مانع معرفی سفیر طالبان در این سفارت شده اند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. هموطنان عزیز، درود و سلام بر شما. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای خبری این کانال. دیپلمات‌های افغانستان در ایران مانع معرفی سفیر طالبان در این سفارت شده اند. 8 صبح کابل. یک منبع از سفارت افغانستان در ایران خبر می دهد که سرپرست و دیپلمات‌های سفارت افغانستان در تهران مانع معرفی سفیر جدید برای این سفارت از سوی طالبان شده اند. یک منبع که نخواست از وی نام برده شود، روز سه شنبه 13 جدی به روزنامه 8 صبح می گوید که وزارت خارجه گروه طالبان و تازگی فضل الله حقانی را به عنوان سرپرست سفارت افغانستان در تهران گماشته است. منبع می افزاید که 18 تن از دیپلمات های سفارت به گونه دست جمعی استعفانامه نوشته و گفته اند که با گروه طالبان کار نمی کنند. عبدالقیوم سلیمانی، سرپرست کنونی و تمام دیپلمات های این سفارت، گفته اند که مطابق معاهدات کنوانسیون ویانا سفارت را نه برای طالبان بلکه به کشور میزبان تسلیم خواهند کرد. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، عبدالقیوم لیوال، سفیر پیشین افغانستان در تهران، از سمتش کنارگیری کرد و عبدالقیوم سلیمانی معاون سفیر به سرپرستی این سفارت انتخاب شد و تا کنون نزدیک به 1.5 سال می شود که در این موقف ایفای وظیفه می کند. توجه کنید به یک خبر مهم دیگر. پشتیبانی قاطعانه احمد سعیدی از جبهه مقاومت ملی. احمد سعیدی در برگه رسمی فیسبوکش نگاشته است: جبهه مقاومت به فرمایش کسی تشکیل نشده که با تخریب کسانی از بین برود. این جبهه تجلی دهنده اراده مردم است که آزادی را بر معاملت ترجیح داده اند. یگانه آدرس در مقابل اشغالگران. کسانی که در پی اخلال جبهه اند، حیثیت میوه کرم خورده را دارند که از درخت ملت بر زمین افتاده و آینده جز فاسد شدن ندارند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.